که من بعد رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع ما، به دارایی‌های ما، به شخصیت‌های ما و به شهروندان ما حمله کند، ما از مبدأ جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد. کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. Faced with such circumstances, the Islamic Republic of Iran had no choice but to exercise its inherent right to self-defense under international law. Take a moment to think what would happen if Ayatollah Khamenei could have launched a nuclear bomb last night. Is this the world we want to live in? So to the JCPOA signatories, I say, initiate the snapback mechanism today. Initiate it. Impose all possible sanctions on Iran before it's too late. We need a world led by Churchills, not Chamberlains.
به انجام رسید و به همه اهدافش نائل شد. علت این عملیات عبور رژیم صهیونیستی از خطوط قرمزی بود که برای ما به هیچ وجه قابل تحمل نبود. عملیات به نحوی طراحی شد که هم مرکز اطلاعاتی بزرگی که اطلاعات لازم را برای این جنایت برای صهیونیست‌ها تأمین می‌کرد در ارتفاعات جبل الشیخ در مرز سوریه با فلسطین اشغالی مورد هدف قرار بگیره و هم پایگاه هوایی نواتیم که هواپیماهای F-35 برای مورد هدف قرار دادن کنسولگری ما در دمشق از اونجا بلند شده بودن مورد هدف قرار بگیره. ما یک عملیات محدود انجام دادیم در حد و اندازه شرارت‌هایی که دشمن صهیونیستی انجام داده بود و این عملیات میتونست عملیات بسیار گسترده‌ای باشه، ولی ما دامنه عملیات رو محدود کردیم به اون بخش از توانایی‌هایی که رژیم صهیونیستی برای حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران و شهادت فرماندهان و پاسداران عزیز ما از اون استفاده کرده بود.